در گذشته ها هنگامی که از بازار هرات عبور می کردیم، صدای چکش هایی که بر روی پارچه های میسی کوبیده می شد گاهی اوقات به این بازار رنگ بوی می داد و گاهی هم گوش های ما را آزرده می ساخت. اما این صدا حالا جز چند دوکان محدود در هرات دیگر شنیده نمی شود. مسگری، صنعتی که روزگار بازار پرزرق و برقی در هرات داشت و صنایع کهن این مرز و بوم است، اما اکنون در خطر نابودی قرار دارد. این مرد که 40 سال می شود بر روی صنعت مسگری در هرات چکش می زند، می گوید برای زنده نگه داشتن این صنعت هیچ اقدامی صورت نگرفته است. مسکری که اگه بگیم از هر همی چهرسوی تا پین بازار 80 دکون مسکر میداد و 80 دکون مسکر هر دکونی هم 2 نفر 3 نفر کارگر هشتی بود کار میکرد. این فرد یک تن دیگر از مسکران است. از رکود صنعت مسکری ابراز نگرانی میکند و میگوید که در حال حاضر تعداد محدودی صاحب این شغلند و این افراد این شغل را از نیاکان خود به ارز بردند. نگران که هستیم، بعد وقتی کسی نباشه این شغل هم مثلا بین میره دیگه. وقتی که بین رفت دیگه با کسی نیه که مثلا میگه میکنی بیا دیگه تیار کنه یا افتوی تیار کنه یا غیلون تیار کنه. در همین حال مسئولان محلی هرات میگن که به خاطر حفظ این میراث فرهنگی آنان تلاش میکنند تا زمینه بازاریابی این صنعت را به خارج از کشور فراهم کنند. این یکی از داشته های فرهنگی و میراث های قدیمی ما هست. به خاطر حفظ و بقای از این صنعت تلاش میکنیم تا با جلب همکاری مؤسسات ملی و بین‌المللی، به خصوص در نهادهایی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند، به خاطر احیا و سرپا گذاشتن نگه داشتن این صنعت مسئله خدمت واقع بشه. با آنکه تاریخ دقیقی از صنعت مسگری و یا هم بازار مسگری در هرات در دسترس نیست، اما مسئولان در اطلاعات و فرهنگ هرات میگن که صنعت مسگری در این ولایت به دوره تیموریان و غزنویان برمیگردد.